اینقدر بی حیایی که می زن تایفه. توین مولایی عبدالصمد رئیس شورای علمای ولایت تخار به زنان برایش درد سرساز شد. ده ها عالم دین در گردهمایی در شهر طالقان وی را از کرسیش برکنار کرده و مولایی مسعود الحق اقنواز را به حیث رئیس جدید شورای علمای تخار معرفی کردند. مولایی عبدالصمد خان که رئیس مثلا شورای علما بود و یک سال قبل سال به صلاحیت شده بود و او مثلا رئیس مثلا رسمی ما نبود. این علمای اسلامی میگویند بیان سخنان زن ستیزانه در اسلام جایگان ندارد، چه آن که از زبان یک عالم دین اظهار شود. از این حرف هیچ کس دفاع کرده میتونه و به این حرف هیچ کس موافق نیست. اینجا مولایی عبدالصمد رئیس شورای علمای تخار توین به زنان جهان را رد میکند و میگوید هیچگاه به زنان جهان توین نکرده است و از کرسیش نیز دور نخواهد رفت. گپ ما نسبت به همو زنهایی بوده که در برابر تلاوت قرآن، در برابر صحبت قرآن اونها بی‌ادبی و بی‌اعتنایی کردن، گپ ما مخصوص امو زنها بود. اینم بخشی از سخنان مولایی عبدالصمد که از تلویزیون آریانا نیوز هفته پیش نشر شد. خواهر عزیز، تو در اینجا نان خوردن آمدی گپ زدن، خب کو یک کمی، اینقدر بی‌حیایی کمی زن طایفه است در دنیا هیچ کسی نیست. اما برخی از علمای اسلامی ولایت تخار از مولایی عبدالصمد خواستار پوزش خواهی اند. کسی که بر اشتباه خود باز مصرانه قدم میگذاره و باز تأکید میکنه، او خود باز جهل مرکب است. یکی از مشاوران وزارت حج و اوقاف در گفتگو با آریانا نیوز نیست سخنان مولایی عبدالصمد را قابل بحث و توجیه ندانسته میگوید توین به زنان پذیرفتنی نمی باشد. این حرف اون دیگه ضرورت به این است که ما سر بحث کنیم که حرف چقدر خوب است چقدر بد است، به خاطر که عقلا شرعا دیگه قابل قبول نیست. نشان دادن چهره نادرست اسلام آن هم از تریبیون علمای دینی همواره با انتقاد امرا بوده است. اما در آخرین مورد واکنش علمای تخار نشان می‌دهد که با گذشت عروض بستر به کسانی که از محراب و منبر دست به ترویج خشونت و افرادگرایی می‌زنند تنگ‌تر خواهد شد.